سرخط مهمترین خبرها. کمین کشنده طالبان در پنجشیر، شام خونین در کابل، و در پایان گفتگوی عمران خان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها. امام علی رحمان و عمران خان در باره افغانستان گفتگوی تلفنی کردند. عمران خان نخست وزیر پاکستان تا یک تماس تلفنی با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان درباره وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. این تماس تلفنی روز شنبه دهم میزان صورت گرفته است. دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرده است که در این تماس تلفنی رئیس جمهور رحمان و نخست وزیر خان در زمینه منطقه با تاکید بر وضعیت افغانستان گفتگو کردند. امام علی رحمان گفته است که وضعیت افغانستان همچنان در مرکز توجه تاجیکستان است، زیرا همه رویدادهایی که در این کشور رخ می‌دهد بر وضعیت امنیت منطقه و طور کلی تأثیر مستقیم دارد. رئیس جمهور تاجیکستان تأکید کرده است که ایجاد گفتگوی جامع بین نیروهای مختلف یکی از عوامل مهم برای بازگرداندن صلح و ثبات در افغانستان است. او آمادگی کشورش برای همکاری با همه اطراف در این روند را اعلام کرده است. طبق اعلام دفتر نخست وزیر پاکستان، عمران خان و امام علی رحمان بر اهمیت آشتی ملی در افغانستان تاکید کردند. خان گفته است که نیازهای بشردوستانه مردم افغانستان به صورت فوری رفع شود و جامعه بین المللی به این مردم کمک کند. نخست وزیر پاکستان همچنان بر اهمیت فوری مشارکت اقتصادی با افغانستان برای جلوگیری از بحران اقتصادی و تسکین رنج‌های مردم تأکید کرده است. خان و رحمان توافق کردند که تماس‌هایشان در این مورد را ادامه دهند. عمران خان که در 26 سنبله به دوشنبه پایتخت تاجیکستان برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری‌های شانگهای رفته بود، نیز با امام علی رحمان در مورد افغانستان رایزنی کرد. خان تأکید کرده بود که بین تاجیکان افغانستان و طالبان آشتی می کند. او پس از این سفر اعلام کرد که مذاکرات خود برای شامل کردن تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها را با طالبان آغاز کرده است. از جانب دیگر تنش ها بین طالبان و تاجیکستان روسیه را نگران کرده است. طالبان اخیراً تاجیکستان را به مداخله در امور افغانستان متهم کردند. و عصر خونین کابل. خبرگزاری افق می نویسد: انفجار در کابل. منابع خبری از کشته شدن 12 نفر خبر دادند. بر اساس آخرین جزئیات در انفجار امروز کابل، چندین نفر کشته و یا زخمی شدند. برخی رسانه ها از کشته شدن دست کم 12 نفر خبر دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید عصر امروز یک شنبه 11 میزان بمب در نزدیکی دروازه مسجد ایدگاه کابل در میان تجمع غیر نظامیان انفجار کرده است. در این مسجد مراسم فاتحه خوانی مادر آقای مجاهد در جریان بوده است. آمار متفاوت از تلفات این انفجار منتشر شده است. رسانه های داخلی به نقل از طالبان گزارش دادند که در این انفجار 2 نفر کشته و 4 نفر زخمی شده است. اما شبکه الجزیره گزارش داده است که در این رویداد 12 نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند. در مورد هویت قربانیان چیزی گفته نشده است. طبق گزارش ها در مراسم فاتحه خوانی امروز مقامات طالبان نیز حضور داشتند. مسئولیت این انفجار را کسی و یا گروه بر عهده نگرفته است. این دومین حمله مرگبار پس از تسلط طالبان بر کابل است. نخستین انفجار در هفته دوم تسلط طالبان بر کابل در نزدیکی میدان هوایی رخ داد که جان حدود 200 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی را گرفت. مسئولیت آن حمله را داعش بر عهده گرفته بود. این در حالی است که در یک حمله مسلحانه در شهر جلال آباد
سه نفر به شمول یک خبرنگار کشته شدند. در اثر تیراندازی افراد ناشناس در شهر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار سه نفر به شمول سید معروف سادات از خبرنگاران کشور کشته شدند. این حادثه شام روز شنبه دهم میزان در مربوطات ناحیه پنجم شهر جلال آباد رخ داد است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گزارش داده است که سادات در موتر یکی از نزدیکان خود سوار بود و به سمت خانه او می رفت که افراد ناشناس از یک رکشا بر او آتش گشودند. طبق این گزارش نزدیکان سید معروف سادات از اعضای طالبان بودند. این کمیته گفته است که در این حادثه دو عضو گروه طالبان نیز کشته شدند. همچنان پسر سادات و یک غیر نظامی دیگر در اثر این تیراندازی زخمی شدند. کمیته مسئولیت از طالبان خواسته است که این حادثه را به صورت جدی بررسی کنند. ولایت ننگرهار در این اواخر شاهد تحرکات گروه داعش بوده است. این گروه اعضای طالبان را در یک رشته حملات در این ولایت هدف قرار داده است. طالبان از مبارزه جدی علیه داعش خبر می دهند. و در پایان اکنون می پردازیم به یک خبر از سیام نایاب. سیام نایاب در صفحه فیسبوک خود می نویسد: کمین کشنده بالای طالبان در پنجشیر. در یک کمین نیروهای مقاومت بر طالبان امشب در منطقه شابه ولایت پنجشیر بیش از 40 طالب کشته و زخمی شدند. 12 تانک و رنجر به همراه جنگ افزارهایشان با دست نیروهای مقاومت افتاده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.